در پی 17 ماه درگیری در سوریه روزانه در حدود 4000 نفر پناهجو وارد خاک ترکیه می شوند و حدود 2000 نفر دیگر هم اردن را انتخاب می کنند تا در اردوگاه های کم امکانات از این دست تنها زنده بمانند. با این حال امید این افراد به نشست اعضای شورای امنیت برای اقدامی فوری در جهت حمایت از جان غیر نظامیان نقش براب شد و جلسه روز پنجشنبه بدون توافقی خاص پایان یافت. و اما نظر ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا، محموله های دارویی و فعالیت های بشر دوستانه به طور عمد مورد هدف قرار می گیرند و ما آن را محکوم می کنیم. امیدواریم دولت سوریه امروز پیام روشن شورای امنیت را در مورد وظایف انسانی خود بشنود. از سوی دیگر احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه خواستار برقراری فوری اردوگاه های پناهندگان و منطقه امن در خاک سوریه شد. او گفت چقدر باید بنشینیم و تنها نظارگر نابودی نسلی باشیم که به عمد و به کرات بمباران می شوند، مثل مردم عزاز یا حلب. به زعم دیپلمات‌های حاضر در این نشست، به وجود آوردن منطقه امن مرزی مستلزم دخالت نظامی در سوریه است و باید در مورد این پیشنهاد پس از مطالعات عمیق و دقیق تصمیم گیری شود، و این در حالی است که روسیه و چین با چنین سیاست‌هایی به شدت مخالفند.